درود فراوان به شما نازنینان، هممیهنان، فارسی زبانان و بینندگان عزیز این رسانه دیداری در جای جای جهان پهناور، ضمن آرزوی سلامتی و شادکامی برای یکایک شما نازنینان، برنامه امروز رو آغاز میکنیم. زمان به سرعت میگذره و تا نگاه میکنیم میبینیم این ماه هم به پایانش داره نزدیک میشه و ژانویه 2019 نیز به پایان رسیده. سرعت عمر ما که داریم سپری میکنیم بسیار زیاده، ولی اون چی که مسلمه یک واقعیتی است که در یک بیت شعر شعرای گذشته ما گفتن: عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است، گر به سختی گذرد یک نفسش بسیار است. این حقیقتی هست که در زندگی یکایک ما وجود داره. وقتی خوشی باشه خیلی سریع میگذره، ولی وقتی مشکلات باشه هر یک دقیقه خودش یک سال میشه. و شاعری دیگه میگه که به سالها شب وصلی گر اتفاق افتد، شفق فرو نشده بامداد می شود آغاز، وگر شب هجران رسد مؤذن صبح به صبحگاه قیامت برآورد آواز. حال این واقعیتی که ما پذیرا شدیم، باید ببینیم هر یک از ما در زندگی شخصی خودمون در کجای این زمان قرار گرفتیم و چه میخواهیم انجام بدیم در طول عمر خودمون که فاصله دو نقطه از تولد و نیستی. برخی فکر میکنند فقط برای این به دنیا آمدند که مالندوزی کنند، برخی به این فکر میکنن برای این به دنیا آمدن که هوسرانی کنن و عیاشی کنن، برخی فکر میکنن که اصلاً تمام وجود اینها برای عبادت ساخته شده، یعنی از اولی که به دنیا میان تا آخر عمرشون باید عبادت بکنن. کدام یک از اینها درست میگن؟ هیچ کدام. چرا که جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. یعنی زندگی بایستی شالودهی باشه از تمام مسائل. حکایت کسی است که جوالدوزی به خودش میزد و فریاد میکشید آه واخ. یکی رد شد گفت مرد حسابی چرا انقدر داد و بیداد میکنی؟ گفت آخه این جوالدوزی که میزنم تو نمیدونی چه دردی داره. گفت خب مگه بیماری؟ چرا میزنی؟ گفت آخه نمیدونی وقتی نمیزنم چه کیفی داره. حالا ماها خودمون بعضی وقتا به دست خودمون به خودمون جوالدوز میزنیم و آه و ناله سر میدیم. اینجا یک واقعیتی است که جلسه پیشم به اون اشاره مختصری کردم و گفتم ایمان است و ایمان است و ایمان که شما رو نجات میده. ایمان به این که شما در یک حالت نمیمونید و زندگی درگذره. حالا من اگه بگم که ایمان به خداوند، فکر کنید من دارم تبلیغ مذهبی میکنم، ولی
یه مثال ساده ای برای شما میزنم. یک کسی که گوشه خیابان وایستده و یک بار زیادی داره، مثلا چند تا چمدون داره، منتظر تاکسی هستش که تاکسی بیاد و اینو ببره. البته در ایران خودمون شما دلتون میسوزه، میگه این حالا با این سختی تاکسی که جلو این نگر میداره که این همه بارم تحمل کنه بذاره بالا و فلان اینا، ولی میرید و کاری دارید انجام میدید، بر میگردید میبینید که نه باره هست و نه اون آقا. و در مثل میگن که هیچ باری روی زمین نمیمونه و شما دلسوزی برای اون کردید، در صورتی که اون کسی که باید کمکش بکنه کمکش میکنه. حالا وقتی کسی ایمان به خداوند داشته باشه، ایمان به عشق داشته باشه، ایمان به انسانیت داشته باشه، هراسی نداره. میگه همونطور که من به دیگران محبت کردم، دیگرانی هم احتمالاً پیدا میشن کمک بکنن به من، چون زندگی روندش این چنینه. همه چیز هست، انسان خوب هست، انسان بد هست، ولیکن بایستی ما اعتقاد خودمون رو حفظ کنیم، اعتقاد به انسانیت و آنچه که مسیح میگه عشق. او برای اینکه به بشر تفهیم کنه زندگی عشق، جان خودش رو از دست داد، وگرنه هیچ دلیلی نداشت. بسیاری از آقایونی که مبارزه میکنن، وقتی میگیرنشون و میبرنشون، اولین کشیده ای که میخورن برمیگردن میگن نه ما اشتباه کردیم، غلط کردیم فلان اینا. ولی یک کسی رو مانند مسیح که با میخ به صلیب بکوبنش و آویزانش کنند، از ایده خودش بر نگشت. چرا؟ چون واقعیت رو میگفت. انسانهایی که واقعیت رو میگن و اعتقاد به واقعیت دارن، هیچ وقت از هیچ چیز نمیترسن. آری، ایمان به شما کمک میکنه که سختیهای زندگی رو بتونید پشت سر بذارید. بسیار شما در سخنان مسیح میبینید که میگه به شما، میگه وقتی شما ایمان آوردید مشکلاتتون حل میشه، کارها خودش به طور خود به خود در مسیر اصلی خودش میفته. حرف منطقیه، نه از نظر مذهبی، از نظر علمی بسیار منطقیه. شما فرض کنید در منزلتون شیر آبتون خراب شده، میخواید این شیر آب رو درست کنید، آبم داره میریزه و ممکنه سالن رو بگیره، نمیدونم آشپزخانه رو بگیره، تمام جا رو خیس بکنه. اگر ایمان داشته باشید آرامش خودتون رو حفظ میکنید، بر میگردید میگید که مشکلی نیست، حل میشه. ولی وقتی ایمان ندارید بالا پایین میپرید، ناراحت هستید، به این بد و ایراد میگید، به اون بد و ایراد میگید، یا کارهایی میکنید که اصلا هیچ کس از شما انتظار نداره و نتیجه این کارها موجب میشه که هم فکر خودتون از کار بیفته، هم فکر دیگرانی که ممکنه راهکاری به شما نشان بدن. مثلا بگن که آقا برو فلکر ببند، این آب بند میاد، بعد میتونی این شیر رو عوض کنی، یا از یک کسی که این کار است کمک بگیری و مشکلتو حل بکنی. ولی وقتی ایمان نداری فقط به خودخواهی و خودپرستی خودتو پرورش دادی، میخوای همه کارا رو خودت بکنی،
به فکر هیچ کس اهمیت نمیدی، اصلا اندیشه کردن و فکر کردن رو براش جایگاهی در زندگی خودت قائل نیستی. ما در جهان هستی وقتی نگاه میکنیم، این نیروی لایتزالی که ما میبینیم واقعا برگ درخت سبز میشه. شما بیاید پیش خودتون اندیشه کنید چجوری شده، چه شده که بوته‌ای در میاد، یک گیاهی سبز میشه، این اولین بار در کجا، چجوری تخم این گیاه از کجا آمد، چگونه بود. اینها مسائلی هستش که وقتی به اینها بخواید فکر کنید، اولا به هیچ نتیجه‌ای نمیرسید، ثانیاً هیچگاه جواب آن رو پیدا نخواهید کرد مگر که خودتون قبول داشته باشید نیروی مافوق نیروی بشر بر این جهان بزرگ استواره و این جنبه این نداره که چون نیروی خاصی بر جهان استواره من خودم رو به خاک بمالم، سرم رو به خاک بذارم، نمیدونم عبادت بکنم، فلان کار رو بکنم، بهمان کار رو بکنم. انسان وقتی که این یک لحظه فقط فکر میکنه به این نیروی لایتناهی، فقط و فقط میدونه که بایستی قبول داشته باشه یک نیروی مافوق نیروی خودش بر جو زندگی او حاکمه. همان گونه که یک بارم برای شما خوندم، شب تاریک و ره باریک و من مست، قدح از دست من افتاد و نشکست، نگهدارندش عالی نگه داشت وگرنه صد قدح نفتاده بشکست. یادگار یک کارپردازی بود که در شرکتی که کار میکردم سواد چندانی هم نداشت، بچه مشهد بود. این شعر رو یک بار برای من خوند که اگر زنده است خدا حفظش کنه، اگر فوت کرده روانش شاد، یادش گرامی. به هر حال انسان ها همیشه با ارزشن و این هست یادگار نیک انسان، یعنی آنچه که در زندگی برای شما مهم باید باشه همین مسئله ساده است. ببینید بعد از گذشت شاید 25-26 سال، من هرگاه که این شعر رو میخونم به یاد لحظات زیبایی میفتم که این مردی که حتی سکته ناقص کرده بود و یه مقدار لوچ شده بود با همون حالت خودش برای من این شعر رو خوند. پس ما حتی اون قدحی که از دستمون میفته اگر قرار نباشه بشکنه نمیشکنه، ولی یه چیز ساده اتفاق میفته، همون قدح به سادگی خورد میشه و میریزه. حالا با این تفاسیر ما در جایی که در زندگی قرار میگیریم، اونجا جایی هستش که ما میتونیم خودمون رو بشناسیم، یعنی برای اینکه ببینیم در کجای زندگی قرار داریم باید روش خودشناسی رو یاد بگیریم. مروری کنید در ذهنتون یک روزتون رو، همین امشب موقعی که میخواید سر به بستر بگذارید بیاید بررسی کنید. ببینید از صبح که بلند شدید تا لحظه ای که میخواید بخوابید چه کارها انجام دادید، چقدرش
خدمت به مردم بوده و چقدرش برای خودتون بوده و رفاه خودتون بوده. و یادتون باشه عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. و من بارها برای شما گفتم عبادتی که شما دلا و راست بشید، هی مرتب نماز بخونید، یک مش جمله عربی، جملات بیگانه که حتی مفهوم بسیاریشو نمیدونید، یا بشینید قرآن بخونید و معنیشو ندونید و روی این گفته ها فکر نکنید که آقا چی میگن؟ چرا در سوره الکافرون میگه که اگر کسی از دین اسلام خارج شد هر مسلمانی حق داره اون هر جا دید بکشه، هیچ کس هم نمیتونه معترضش بشه؟ یعنی چی؟ آیا این عدل خداونده؟ پس راجع به این کتاب باید مشکوک فکر کنید. خداوند همچین صحبتی نمی کنه، مگر اون اللهی که بهش معتقد هستن اون الله بت بزرگ گفته باشه. بیایید زندگی رو با خرد به پیش ببرید و اندیشه رو فراراه خودتون قرار بدید. بدون اندیشیدن، بدون تفکر، شما در زندگیتون پریشانی یا به قول امروزی ها استرس بیش از اندازه هست. ولی با ایمان و آرامش همه مسائل، همه مشکلات شما حل میشه. بسیاری خودکشی میکنن. بیایم ببینیم چرا خودکشی میکنن. دلیل خودکشی افراد رو اگر بررسی بکنید در 99.9% میبینید تنها و تنها بزرگترین عامل این عمل ناشایست چی است؟ ناامیدی. اگر بنده امروز در شرایط فقر کامل قرار بگیرم، مشکلات از چپ و راست رو سر من ریخته بشه، اگر امید داشته باشم که کسی به داد من میرسه، من به خاطر همون یک ذره امید باز هم تلاش میکنم، باز هم کوشش میکنم. حالا اگر این امید همراه باشه با ایمان، ایمان به شما آرامش میده. یعنی امید و ایمان سازنده زندگی خوب برای شماست. این نتیجه‌ای بود که در قسمت اول از سخنانم برای شما گرفتم. باز میگردیم بعد از شنیدن سرودی در خدمت شما نازنینان خواهم بود. خداوند میگوید من کرسی خود را در ایلام برپا خواهم نمود و پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت. لیکن خداوند میگوید در ایام آخر اسیران ایلام را باز خواهم آورد. خداوند میگوید ادونای ای قدوس بی همتا، وعده‌هایت را با این خاک به یاد آور، به حرمت مردان و زنان ایمانی که در این سرزمین زیستند، به حرمت استر
مردخای، دانیال، شدرک، میشک، عبدنقو و نهمیا که نه شمشیر و نه تون آتش و نه چاه شیران و نه قل و زنجیر بر ایشان غالب آمد و به حرمت کوروش، داریوش و خشایار، پادشاهان ایران که حامیان قوم تو بودن و نام تو را برافراشتند، به حرمت مغان ایلامی که نخستین پرستندگان مسیحت بودن، به یاد آور خداوندا، به یاد آور ای یهوه سبایوت، خدای لشکرها، خدای دانیال، تو بکشا این آسمان را، یهوه یرا، خدای نهمیا، مهیا ساز تا تخت جلالت در این سرزمین بنشیند و نام تو در جهان برافراشته شود. خداوند ای روح القدس، اکنون احیا کن ایمان من را، برای نجات ایران شفی ساز قلب جهان را، تقدیس کن ایران ما را، آزاد ساز ایران من را، با دست زورآور خود تو بشکاف این آسمان را، روحت آتش به پا تخت خدا را.
خدا محبت است. مطابق نامه اول یوحنا 4:8 گواه بر این است که خدا محبت است. اما آنچه در نظام اسلامی در طول 40 سال با بستن دانشگاه‌ها در ابتدای به قدرت رسیدن نظام اسلامی و اعدام فریختگان کشور، شکنجه و کشتار معترضین به نام خدا، ایجاد فقر و فساد و به سرقت بردن اموال عمومی و منابع کشور به نام خدا و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور در جهت ترویج ایدئولوژی خصمانه و جنگ طلبانه اسلامی به نام خدا، تحقیر جوانان کشور، بیکاری و جلوگیری از بروز احساسات و استعداد و اندیشه آزاد که بزرگترین علت مهاجرت گسترده آنان می شود به نام خدا، سرکوب دگر باورمندان، اعدام، ترور، زندان و شکنجه کشیشان و ایمانداران مسیحی، بستن کلیساهای فارسی زبان، حملات پیوسته به کلیساهای خانگی به نام خدا تحمیل شده است. بر آن شدیم کمپینی ایجاد کنیم که بر در و دیوارهای ایران حقیقت یهوه خدای زنده را فریاد زنیم که خدا محبت است. می ستایمت مسیحا با تمام روح و جانم، می ستایمت خداوند با نگاهم با زبانم. با تمام روح و جانم، می ستایمت خداوند با نگاهم با زبانم. مشکوه و پر جلالی، صد درود بر نام زیبات، ملکوت آسمونی با شکوه زیر پا. همه ما در دعایی واسه ایران و کلیسا، همه کشورمون رو میسپاریم به دست عیسی. ایران در دعایی با کلامش که سلاحه، خواهرم این رو یقین دان روز آزادی تو راهه. واسه ایران در دعایی با کلامش که سلاحه، خواهرم این رو یقین دان روز آزادی تو راهه.
هم میهنان بر قسمت دوم برنامه رو آغاز میکنیم. در قسمت اول همون گونه که براتون گفتم، برای آرامش و برای راحتی و رفاه بایستی امید داشت و ایمان، و این هر دو با هم سازنده زندگی است. و همونطور که گفتم کسانی که خودکشی میکنند، که مسئله بسیار حائز اهمیتی است در داخل ایران، اینها انسانهایی هستند که عوام اونها رو ضعیف النفس خطاب میکنند، از صورتی که درست به اعتقاد بنده عکس اون هست. کسی که شجاعت خودکشی داره، یعنی اونقدر قدرت داره که از زندگیش بگذره، اینه ما نمیتونیم بگیم ضعیف النفس. اینها انسانهای ناآگاه هستن، انسانهای بی ایمان هستن، انسانهای ناامید هستن. وگرنه اگر چنانچه امیدوار بودند و ایمان داشتند، به هیچ عنوان دست به خودکشی نمی زدن. این خطا رو نکنید. این برچسب اشتباه رو به روی کسانی که خودکشی می کنند نزنید. ولی در ایران شرایط اقتصادی و اجتماعی طوری هست که خب در یک خانواده، مرد خانواده که بایستی تأمین معاش افراد خانواده رو بکنه در میمونه و نمیتونه تأمین کنه. از طرفی میبینه که همسرش و دخترانش به فساد کشیده شدن برای سیر کردن شکم خودشون. نتیجتاً غیرت و اون مردانگیش اجازه نمیده تحمل بکنه. حالا برخی حتی این اجازه رو به خودشون میدن که میگن چون زنم و نمیدونم دخترم منحرف شدن، باید من اینا رو بکشم و بعد خودم رو بکشم. برقی نه، فقط خودشون رو میکشند. اینجا هستش که نکته بسیار حساسی برای کسانی که زندگی مرفه دارند لازم تذکر داده بشه. شمایی که این همه ثروت برای خود گرد آوردید، آیا این ثروت رو تا آخر عمرتون میتونید استفاده کنید؟ وقتی نمیتونید، به این افراد بگردید، پیدا کنید، کمک کنید. اونها هم انسان هستند مانند شما، حس دارن، عاشق میشن، درد رو میفهمن، شادی رو درک میکنن، با شما هیچ تفاوتی ندارن، منتها شرایط زندگیشون طوری شده که نمیتوانند از عهده زندگی بر بیان، یا موقعیت تحصیل نداشتن، یا افراد آگاهی در اطرافشون نبودن. به هر روی یک مشکل اصلی در کار بوده که اینها دچار فقر شدن، یا یک دولت خودخواهی اینها را کار بیکار کرده، یک دولت ظالمی اینها را کار بیکار کرده، و حال اینها با این مشکل مواجه شدن. برخی آقایون هستند که بسیار بسیار متدین هستند. اینها دیگران هم بهشون خیلی احترام میذارن،
و چون اینها دائما عبادت میکنند و به مسجد میرند و اینور اونور تظاهر به خدا پرستی میکنند، مورد احترام دیگران واقع میشن. ولی باز هم شاعر تکلیف اینها رو روشن کرده وقتی میگه که همه عمر روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه ساله از پی حج سفر حجاز کردن، به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن، ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن. به خدا قسم که کس را ثمر آنقدر نبخشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن. بیایید در بسته رو به روی هممیهنانتون که نیازمندند بگشایید. در را بگشایید، چرا که لذت این گشودن در از هر چیزی در زندگی با ارزش‌تره. اینها ارزش معنوی داره، ارزش‌های مادی از بین میره. بناهای آباد گردد خراب ز بارش و از تابش آفتاب. حالا شعرش رو درست نخوندم، خودم میدونم وقتی، ولی این ذهنیتیه که یک بار شنیدم. به هر روی شما بدونید جهان مادی همین چیزش از بین میره و اون چی که میمونه نیکی هاست که و احسانی هستش که ما به دیگران بکنیم. و هر روی از این مسئله میگذریم و امیدوارم همیشه در زندگیتون با ایمان قوی و امید بسیار به زندگیتون ادامه بدید. داستان مسیحیان ایرانی رو مورد بررسی قرار میدادیم و خصوصا ارامنه عزیز رو. در جلسات گذشته برای کسانی که برنامه قبلی رو ندیدن یک یادآوری مختصری میکنم و بعد ادامه برنامه رو پی میگیریم. در جلسات گذشته برای شما گفتم هیرودیوس پادشاه یهودیه در اورشلیم خواب میبینه که به هر حال کسی به دنیا میاد، نوزادی به دنیا میاد که تاج و تختشو با مشکل مواجه میکنه. ستاره شناسانو میخواد که بیان و این خوابو تعبیر بکنن، منجمینو میخواد. میان از ایران، از همدان و از ساوه میرند و اونها میگن که ما هم در کواکب به این مسئله برخورد کردیم. حالا شما دقت بکنید چه واقعیتی در پشت این مسائل نهفته است. یکی در اورشلیم، یکی در همدان، یکی در ساوه. اینها همون موبدان بودن که به اینها مجوس میگفتن. خب اینها چگونه بوده که همزمانی اتفاق میفته؟ او خواب میبینه، اینها در کواکب متوجه امر میشن و به راه میفتن که ببینن مسئله چی هست. و به حضور هیرودیوس که میرسن او بهشون میگه که شما برید بگردید پیدا کنید و بیایید به من اطلاع بدید. اینها میرن به بیت الله و به منزل مسیح، به منزل مریم. اونجا آنچه که همراه داشتن به عنوان هدایا همراه خودشون آورده بودن که به ناجی به اصطلاح جهان و شریعت تقدیم کنن. اینجا من باز مجبورم، چون برنامه من برنامه مذهبی نیست، برنامه من برنامه سیاسی هستش.
سیاسی اجتماعی به نکته اشاره بکنم. ببینید الان من دارم برای شما قصه میگم، و این قصه جالب نیست، این قصه خواب کردن شماست. اون چی که هستش ما بایستی یاد بگیریم دنبال عرض معذرت، چون این تلفن داره اذیت میکنه، من اینو خاموشش کنم که ببخشید. ما باید یاد بگیریم که دنبال حقیقت باشیم. حقیقت چگونه پیدا میشه؟ حقیقت در بیداری پیدا میشه، نه در رویا، نه در خواب، نه در واژه‌هایی که برای ما میگن و ما رو به خواب فرو میبرن. بعضی از برنامه سازان میان برای شما قصه میگن، قصه های شیرینیه. ما بچگی عادت کردیم در گاهواره که هستیم برامون قصه میگن تا خوابمون کنن، در بزرگی هم برامون قصه میگن، تاریخو به صورت قصه برای ما بیان میکنن، هممون هم دوست داریم. اگه یک کتاب تاریخی به صورت قصه نوشته شده باشه همه دوستش دارن، همه خوششون میاد. ولی یه چیزی هست ما بین قصه و حقیقت به قول معروف خشک. آدم باید روشی رو پیدا بکنه. من در کتاب‌هایی که نوشتم سعی کردم از این روش استفاده کنم، یعنی نه برای کسی قصه گفتم، نه حقیقت خشک رو برای خواننده بیان کردم، اومدم از روش خودم استفاده کردم. ما اگر نقل قول بکنیم از ایکس و ایگرگ و زد، خب اون ایکس و ایگرگ و زد این حرف رو که زدن، گفتن من تکرار حرف اونها هستش. ولی اگه من تونستم، اگر من این قدرت رو در خودم داشتم که چیز نوعی رو ارائه بدم، من به عنوان کسی که صحبتش باید زبان به زبان بگرده مطرح میشم. نه اینو در مورد خودم بگم، این به طور کلی دارم میگم، من نوعی، نه من کسی نیستم. لطف فرمودید. من میگم که بایستی نه به خواب بریم نه خسته بشیم از مطالبی که میشنویم. ولی متاسفانه همون گونه که گفتم، از نظر روانشناسی مؤسسه تاویستاک برای حکومت جهانی پنهان اوباش و عرازلش رو در این گوشه و اون گوشه، در این رسانه و اون رسانه به کار گمارده تا مردم رو به خواب ببرن. مردم رو به خواب بردن کار ساده ایه، مانند قصه حسین کرد شبستری. بیاین بشینین همینطور براتون یه بند صحبت بکنن و شما هم غرق لذت، ذهنتون در پی این ماجرا باشه که بعد این اتفاق چه اتفاقی خواهد افتاد. چون داستان و داستان نویسی یک هنره، هنری که وقتی نویسنده شروع میکنه به نوشتن داستان باید خواننده رو به دنبال خودش بکشه. خواننده رو چگونه میشه به دنبال خودش بکشه؟ به اینکه وقتی جملات قبلی رو میخونده، حالا رسیده اینجا، همینطور اشتیاق داشته باشه ببینه بعد این اتفاقی که الان افتاد چه پیش میاد.
این هستش که فکر کاملا در اختیار اون نویسنده قرار میگیره و خواننده خودشو از دنیای واقعی جدا میکنه، یک فضای انتزایی میسازه براش و اینو به اون فضا میکشونه و در اون فضا هر بلایی که دوست داره بر سر او میاره. حالا شما میپرسید مگه میشه تو اون فضای انتزایی بلایی سر آدم بیارن؟ بله میشه. از نظر روانشناسی، از نظر جامعه شناسی، رو مغز شما با جملاتشون کار میکنند. همان گونه که برای شما در رابطه با روانشناسی مثال زدم و گفتم شما در این جاهایی که غذاهای آماده هستش فست فود میرید بیرون رد میشید، تابلوهاشونو که میبینید رنگ نارنجی و قرمز در کنار هم قرار داره. این سالهای سال آمدن تحقیق کردن، دیدن که بشر با دیدن چشمش بزاق دهانش تحریک میشه، به مغز میره، این تصویر به مغز میره و بزاق دهان ترشح میکنه و این احساس گرسنگی میکنه. حالا شما قبول نداری؟ امتحان کنید. در داستانی که برای شما نقل میکنن جملات خاصی میذارن که بر نقطه خاصی از مغز شما اثر گذاره و شما رو در تحت اختیار خودش میگیره. چی میشه؟ شما رو مذهبی میکنه. شما فکر میکنید مثلا عبادت کردن، وقتی عبادت میکنی نمیدونم 30 بار در روز نماز میخونی، 50 صفحه قرآن میخونی، فکر میکنید که با این کاری که میکنید کار بزرگی انجام دادید، چون اون جمله رو مغز شما اثر گذاشته. این فیلم هایی که میسازن، تمام این فیلم های سریال، بارها گفتم اینها از هر سمی خطرناکترن، شما را افسرده میکنن و همینطور رو مغزتون اثر میذارن و شما رو با جملاتی که میگن در اختیار خودشون قرار میدن. این هستش که عزیزان من، وقت کمه، من دوست دارم بیش از این برای شما صحبت کنم در آینده، فعلا که گرفتارم، ولی در آینده امیدواریم که فرصتی پیش بیاد که بتونم برنامه‌مو حداقل 2 روز در هفته بکنم که بتونم تمام آنچه را که تجربه کردم با شما نازنینان در میان بگذارم. علی حال، تا دیداری دیگر و گفتاری دیگر، همه شما نازنینان، همه شما مهربرزان، عاشقان ایران رو به خداوند یکتا می سپارم. روز خوش، خدا نگهدار.